به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام، بیننده برنامه 60 دقیقه سیاست از تلویزیون افغان نیوز هستید. 11 سال قبل از امروز جامعه جهانی برای مردم افغانستان تعهد سپرده بودند. این تعهدات شامل این بود که دموکراسی نهادی نمی شود در افغانستان، بازسازی صورت می گیرد در افغانستان، عدالت به وجود می آید و همچنان امنیت و همچنان صلح و ثبات در کشور به وجود می آید. اما پس از قریب به 11 سال دیده می شود که پدیده های دیگر به وجود آمده است. در برنامه امروزی 60 دقیقه سیاست همین موضوع را با مهمانان گرامی من، آقای بشیر بیژن، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی، آقای زلمی وردک، کارشناس امور نظامی، و آقای عبدالغفار گردیزی، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی به بحث میگیریم. مهمانان گرامی، خوش آمدید به برنامه امروزی 60 دقیقه سیاست. در آغاز آقای بیژن میخوایم از شما بپرسم که پدیده هایی که مثبت یا منفی در این مدت 10 سال به وجود آمده است چی بوده از دید شما؟ این که برخی از پدیده ها در افغانستان خلق شد که اصلا پیشینه نداشت. مثلا فساد با امی گستردگی که فعلا وجود داره، مثلا تولید تریاک با امی گستردگی که فعلا در افغانستان موجود است، مثلا غصب زمین، موجودیت این پیدایش گروه های مافیای زمین که زمین های دولتی را غصب میکنن، مافیای اقتصادی که برخی حالات بودجه ملی را غارت میکنه و در برخی حالات منابع دیگه اقتصادی را به طرف خودشان سوق دادن. بله آقای بیژن، شما همه اینها را یا همه این پوینت های منفی را که یادآور شدین ناشی از حضور 10 ساله غرب در افغانستان میدانین؟ البته ما میشه که یک مکس داشته باشیم، چرا در آغاز کار همه حرکت ها زیر مواظبت همین مجاری بین المللی صورت می گرفت در افغانستان. ما دقیقا بیاد داریم در امون زمان ها بارها صدا کشیدیم، پیشنهاد کردیم و اعتراض کردیم که افغانستان وارد یک صفحه جدیدی از زندگی شده، بنیاد این صفحه باید بسیار اساس گذاشته شود. متاسفانه مجاری بین المللی و برخی از کشورهایی که مسلط بودند در افغانستان هیچ تمکینی بر نظریات و پیشنهادات ما نکرد، مخصوصا اینکه ما در قسمت اصل شایسته سالاری، رعایت اصل شایسته سالاری تأکیدات فراوان داشتیم و در اون زمان این زنگ خطر نواخته بودیم که هرگاه اصل شایسته سالاری رعایت نمیشه در افغانستان عاقبت بسیار زیاد تیره و تاریک خواهد بود. تشکر، برمیگردیم. آقای وردک، اضافه تر از 10 سال است که بنام مبارزه با تروریسم در افغانستان جنگ شدید وجود دارد. قربانی این جنگ کیها بودن و دستاورد این جنگ در افغانستان چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر طول نمخ که تاسو اتاس درنو و المنو تا اتاس تلویزیون طولو کار کون کتا افغانستان زوری دلی کری دلی و دردی دلی منتا خبال سلام علم نکوم. برادر محترم، در طول 10 سال ما هستیم که قربانی میدیم، ما هستیم که ضربات سنگین برای خود قبول میشیم. میبینیم که در طول مدت 10 سال ما چقدر افراد ملکی را قربانی دادیم از اثر اشتباهات خود ما، چرا که درست است که در جامعه جهانی 10 سال قبل آمدن به نام دی که ما هسته های تروریسم است از بین میبریم و پشت بن لادن آمده بودن که بن لادن به اسلام نقطه اساسی تروریسم بود. بعد از اینکه اینها داخل محوطه و داخل افغانستان میشن، همه گروه هایی که به نام تروریسم یاد میشدن از افغانستان رخشان برچیده شد تا 2004 برای همه ما شما. اما آقای وردک، فراموش نکنم که سوال در ذهن همه باقی مانده که چی باعث میشه که تروریسم به جای این که 40 کشور در افغانستان حضور نظامی دارن همه روزه
ضعیف و ناتوان شوه، همه روزه این تروریسم است که قدرت میگیره. دلیلش چیست؟ من به سر سوال شما ببینین که ما برتون عرض کردم که تا سال 2004 در افغانستان، در همه ولایت افغانستان مطلق نارامی بودند. در اون زمان ما هم در داخل وزارت داخله فای وظیفه میکردم، به اصطلاح محصول ریاست مواد مخدره وزارت امور داخله بودم و تمام افغانستان ما که دریشی نظامی سفر کردیم و رفتیم، هیچ کف نبودن. اما از اینکه در اینجا وقتی که قوتهای خارجی به داخل افغانستان آمدن، ناتو متشکل از ممالک مختلف امی باشه، در اینجا استخبارات خارجی دستهایشان بسیار نزدیک شدن و دست اندر بکار شدن. بعد از 2004 ما میبینیم که از هلمند شروع میشن، هایستا هایستا بالاخره به کل افغانستان یه پخش پیدا میکنن. پس اون تروریسمی که از نمیجه رختش برچیده شده بود دوباره پر میگرده به داخل افغانستان، که به اصطلاح فعالیت های کسایی هستن که در پیشت پرده به نام ناتو، به نام قوت های خارجی یا به نام هر شکلی که ما شما میتیم اونا، و در پس پرده اونها کوشش میکنن که بر ضد یکی دیگه، چرا در داخل افغانستان جنگ افغانی نیست اصلا، که اینجا یا جنگ مذهب باشه یا جنگ به اصطلاح. یعنی شما به این عقیده هستین که مقابله در بین خود نیروهای ناتو یا جنگ در مقابل خود نیروهای ناتو در افغانستان وجود دارد، اما شیوه جنگ فرق میکنه. شما اگر به یادتان باشه که خود رئیس جمهور از طریق رسانه ها اعلان کردن که توسط طیارات هلیکوپتر سلاح ها انتقال میشن به گروپ های مخالف دولت داده میشن و تقویت میشن. بله. اون نمو هلیکوپتر ها مربوط به یکی از این گروپ های خارجی بودن که به اصطلاح توسط از اون انتقال میشنن و گروپ های مخالف تقویه میشه. بله. آقای وردک، با توجه به حرف های شما چونین برمی آید که برخ از گروه های تروریستی در افغانستان زاده خود برخ از نیروهای ناتو در افغانستان هستند؟ مطلقاً سه، مطلقاً. امیال ما شما ببینیم که در داخل امی گروپ های مخالف یا متخاصم، هر نام را که شما سر جان میگذارین، چی در داخل افغانستان باشه و چی در داخل خارج از افغانستان باشه، یا در پاکستان یا در ایران یا در مناطق دیگه، از یک قوتی یا سپورت میشن، از یک قوتی یا تمویل میشن. ببینین که سلاح را کی برشان میتن، مثلا موتورسکل ها را کی برشان میتن، مصارف از یا از کجا میشن، هستن دست های هستن که در پشت از یا قرار دارن. در سال 2008 از طریق شمی رسانه های شما دو نفر از استخبارات بسیار بلند مقام انگلیس در هلمند دستگیر شدند که اونها با گروپ های مخالف ارتباط مستقیم داشتند، اونها را تمویل میکردند و به اصطلاح را تقویه میکردند. اصلا در اینجا که مهمه که موجود است، اختلاف بین کسایی که به نام ناتو در اینجا آمدن این مملکت با پس از این رو گفتم میتونین آقای وردک که در این مدت 10 سال که در گوشه گوشه افغانستان مردم قتل و قتال شدن، مردم فراری شدن، جنگ بود و امثال هم همان گونه که آقای بیژن یادآوری کردن که پدیده های جدید با وجود آمد از جمله وجود مافیا و بعضی چیزهای دیگه، این همه ناتو باعث شد که چون این چیزها در افغانستان پدید بیاین؟ اینجا فیصد خود ناتو در به اصطلاح مسئولیت شدارن و 50% ما خود ما مردم افغانستان یا کسایی که امیال فعلا در راس دولت هستن اینها مسئولیت. تشکر، تشکر. آقای گردیزی، دید شما در مورد جنگ ده ساله که نیروهای ناتو در افغانستان به نام مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدن و اکنون همچنان در جنگ با تروریسم قرار دارن چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه به شما و بینندگان تلویزیون محترم شما و دوستانی که با دمیز گرد با ما اشتراک دارن عرض ادب احترام دارم. در این رابطه باید گفت، حالا شما باور کنید زمانی که آدم این گپا رو میشنوه سر ذهن انسان که فشار میاد، آدم ایران میمونه که آدم کدام جنبه از بدبختی رو آدم بررسی کنه که تا اذهان مردم روشن شه و یکم به اصطلاح مردم متوجه مسئولیت های خود شه. جنگ اصلا، ببینید، جنگ در افغانستان اصلا یک بهانه است، یک بهانه بوده و بالاخره این جنگ هم تا بینیمی نظر جیران داره. و جنگ از زمانی که به اصطلاح که با
از زمان کودتا میکیش، از زمان انقلاب، انقلاب 700 میکیش، بعد که شروع شد در پاکستان و بلخ تا 30 سال که دوام داره در وجود تنظیم ها تا به نیمی نظر یه ادامه همون جنگ هستن که به اصطلاح هنوز دل از این مردم، دل غربی ها سر ما مرم هنوز یخ نشده. به اصطلاح همون قصور جنگ اول، جنگ اول انگلیس و دوم انگلیس هست به شما میگیره و بالاخره مسئله استقلال کمال خان از این مسئله را گرفت. یه همون دامنه همون جنگ هستن، یه همون پلان هستن. ولی آمدیم راجع به این موضوع که چرا جنگ در افغانستان جریان داره. ما گفتیم که جنگ آگاهانه است، آگاهانه شروع شده، آگاهانه در ادامه پیدا میکنه و آگاهانه این شاید ختم شود. فلحاظ در مقطع کنونی زمان امریکایی‌ها اصلا تا دور ده سال با چرنو مملکت دنیایی که اینجا آمده بودن اصلا هدفشان همین نبوده که این جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنه. اگر جنگ در افغانستان خاتمه پیدا نکنه، پس از عقیده شما حضور ناتو در افغانستان باعث جنگ شده و عقیده ناتو این هم بوده است که باید در افغانستان جنگ تداوم پیدا بکنه. ببینید، اگر هدف از این قرار بوده که هدف ناتو یا هدف آمریکا از این بوده که فرد پشت پشت القاعده آمده باشه یا پشت مخالفین کسایی که به اصطلاح از جمله طالبا یا به جمله مخالفین دولت است که البته یار به اصطلاح منسوب القاعده میدان هستن، اگر آمده می بود و یار از بین بردن، اینا تا آخرین لحظه ادامه میدادن. فلهذا اینا تا یک مقطع حکومت به اصطلاح حکومت همون زمان بیران ساختن و بالاخره تا آخرین قدمه اینا تعقیب نکردن. ببین در پرنسپ نظامی تو یک مسئله است که زمانی که دشمن جنگ میکنی و دشمن از جبهه شکست میدی و از بین میبری، با تا آخرین قدم رو باید دنبال باید بکنی که هیچ نوع مراکز قدمی عقبی زو باید در وجود دیگه نداشته باشه. فلهذا بعد از یک دو سه سال پس یا این فقط یک جنگ زرگری تقریر کردن که ما شما را از بین میبریم، شما از بین میرین و بالاخره پس شما با اقدامات بعدی شما شروع میکنید. ببینید امریکا و 49 مملکت دنیا با تمام نیروهای مادی و معنویشان، با تمام شبکه‌های استخباراتیشان، با تمام درک و فصاحتشان به حساب چطور امکان داره که یک کس بس او را از بین ببره و بالاخره پس او بس قد علم کنه و بالاخره پس در مقابل در طول 10 سال جنگ کنه؟ درست. اما استاد یک حرف که اساسی است او این است که همان گونه که آقای وردک گفتن که برخ اوقات مسابقه‌ای که میان خود نیروهای ناتو در افغانستان وجود دارد، این باعث گردیده که نیروهای ناتو در افغانستان ناکام باقی بمانند. حالا فکر میکنید که ناتو بهترین میدان برای جنگ خود در میان خود افغانستان لیافته؟ ببینید افغانستان شما میفهمید که در قلب آسیا یک به اصطلاح شرای تمام این ممالک دور پیش است. این به اصطلاح از این میتونه که به اصطلاح من حیث یک تختخی از این میتونه من حیث یک جبهه جنگ از این میتونه حیث یک سنگر استفاده کنه و دیگران مثلا از اینجا زیرآماج خود قرار بده. ببینید امپریالیسم امریکا در امریکا هیچ وقت امپریالیسم خصوصیتش همین که پس که هیچ وقت با کس به آسانی خیر نمیرسن تا که او هزار چند منافع زونه باشه، هزار چند. ببینید اینجا مسئله روسیه مطرح است، اینجا مسئله آسیای میانه مرکز. هدف اساسی ازیا فقط همین است که ساحل اشغال کنه و بالاخره منابع طبیعی زیر چش کنه. این نیست که کسر چیزی بده. اگر میتام از گاو به صلاح یک نیمه حدودش برات میده که تا بالاخره او تام مثلا مخصوص مثلا ماور مرم پسمانده عقب مانده گوشنه و تشنه به سال که مارم در 30 سال جنگ هم دمارا قشته ساتن چیز زیر بناهای تکنیکی و مادی و معنوی که داشت مورم از بین بردن، مورم در توبره مجاهدین انداخت سر مجاهد سایبا و رو فروختن. هیچ کس همه قدر احساس پیدا نکرد که برای وطن هم هست. اگر جنگ کردیم ما در مقابل مفکوره جنگ کردیم، ما در مقابل دیوال پاوریکا جنگ نکردیم. شما گفته میتونین استاد که امروزه اهداف ناتو در افغانستان ناآرام بودن افغانستان است و نمیخواهند که افغانستان از نگاه تروریسم آرام باشد، بلکه همان گونه که آقای وردک فرمودند تروریسم ساخته و بافته خود ناتو است. دقیق است. ببینید تاکتیک جنگ چریکی را، تاکتیک و تاکتیکای مسائل تروریسم کلش آمریکا تر ترتیب تنظیم کرده. حتی در طول مقا وقتا از نتیجه گیری که در طول مقا جنگ ها صورت گرفته بالاخره استاد و کل همین از فاکولته های نکل نظامی تدریس میشه مثلا و بالاخره همه جنگ چریکی را شما ببینید که در طول 30 سال پیش قبل از طریق مجاهدین هم مثلا در عملی ساختن همین بگرو ضربه بزن و بگرو و پس کو تا ببینید نظر همین که همین کار امروشان پیش نمیره. اگر واقعا امریکا به خاطر از بین بردن جنگ در افغانستان آمده می بود یا آمده است به طول 10 سال جنگ چطور 49 مملکت دنیا با تمام تکنیک تکنولوژی پیشرفته خوب تمام اقمار مصنوعی خود با تمام شبکه‌های استخباراتی خود چطور نمیتونه که نه مرکز زیر پیدا کرده میتونه، نه مثلا کشور که تعمیل تجهیز میگه پیدا کرده میتونه، نه به اصطلاح جبهه جنگ زیر تجهیز کرده میتونه. ببینید اگر دستوری نیست خیلی چی هست؟ شما ببینید یک کنده که به اکسای مصب بتین بگید فلان جا مثلا یک نفر ببینید که تصور تو یو کنده خود سرش مهم میکنه یوس هدف بعد اسمیره ولی در طول 10 سال یا قایون این بادارای ما که بسا که ما برزو بسا بسا خوش آمدین که برای ما دلار نتا و برای ما کل مصاحب موتر شدیم صاحب بارگاه بارگاه شدیم بلنگا این بادار ما چرا ما را نمیخواد که ما سود شه؟ تشکر، برمیگردیم استاد. آقای بیژن یک حرف اساسی اینجاست که اگر در ارقام اشتباه نکرده باشم در سال 2001 تولید مواد مخدر در افغانستان 80 تن بود، اما امروزه در سال 8000 تن افغانستان مواد مخدر تولید می کند. دست اندازی
کشورهای خارجی از جمله نظامیانش در افغانستان در تولید مواد مخدر در طول 10 سال گذشته، شما چگونه میبینین؟ ما بارها این مسئله را بحث کردیم. در آخرین سال رژیم طالبان در افغانستان دقیقاً 80 تن یا 114-115 تن تریاک در افغانستان تولید داشت که هیچ گونه مانع برای زارعین، برای قاچاقبر، برای ترافیک وجود نداشت. در این زمینه آزاد بود، همه این کار در اون زمان آزاد بود. اما پس از سقوط رژیم طالبان یکی از تعهداتی که بسیار زیاد مهم و عمده بود بحث مبارزه بر علیه تولید تریاک بود در افغانستان، که از مجاری مختلف هزینه های انگفت در این راستا پرداخته شد و نهادهای مختلف هم به وجود آمد برای مبارزه با این. منطقا باید 80 تن تریاک یا 100 تن تریاک امروز به 2 تن، 5 تن یا 10 تن میرسید حداقل. اما این که من پیشتر گفتم همه تعهدات مسیر عکسش پیمود، یکی از او امی است، از 114 یا 115 تن به 8000 یا 8600 تن تریاک تولید افغانستان میرسه. معنیش این است که یا اونها در تعهداتشان صادق نبودن، از روی عوام فریبی بوده، فقط بهانه‌ای بوده برای آمدن به افغانستان، و یا ایست که اینا ناکام هستن. هر دو حالتش بلایی است که بر سر مردم افغانستان خلق شده. در هر دو صورت تنها داریم مثلا در قسمت مسائل امنیتی، همونطوری دوستان برایش اشاراتی داشتن، ما بارها گفتیم پس از سقوط رژیم طالبان هیچ نیروی دیگه در افغانستان، نیروی مسلح وجود نداشت. در حقیقت اگر وجود هم داشت منزوی و پراگنده اصلا به نظر نمی رسید. اینجا چی رازی وجود داره که پس نیروی منزوی شده از بین رفته سرکوب شده پس دوباره انسجام پیدا میکنه و به یک قوت تبدیل میشه و امروز همه افغانستان از وضعیت نرمال به یک وضعیت غیر نرمال سوق میده؟ یعنی بحران ناامنی و تهدیدات ناامنی امروز در کل افغانستان مسلط است، از پایتخت و غیر پایتخت. به هر حال میخوایم بگویم که در قدم نخست عامل همه این مصیبت ها که امروز دامنگیر ما هست موجودیت نظامی که تعهدش معلوم نیست، صداقتش معلوم نیست، وطن پرستیش معلوم نیست، یک تعداد افراد نامتجانس غیر مستحق در یک معامله سیاسی قدرت در انحصار خود گرفتن که اینها نه تدبیر داشتن، نه تدابیر داشتن، نه برنامه داشتن، نه هدف داشتن و نه هم تعهد داشتن متاسفانه. بله آقای بیژن، میخواییم بپرسم در زمان طالبان همین که شکل رسمی خود داشت و تجارت مواد مخدر سر راهش هیچ مانعی وجود نداشت، بسیار کم وارد کشورهای خارجی میشد و هم تمامش وارد کشورهای خارجی میشد، او هم به شکل قاچاقش البته از طریق کشورهای همسایه. اما امروزه این 8000 تن چی فکر میکنین؟ از کدام راه‌ها، توسط چگونه اشخاص با حضور این نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشه؟ ما به هیچ عنوان باور بر این ندارم که در ترافیک و قاچاق مواد مخدر ابتکار و اختیار در دست افغان باشه. افغان وظیفهش در سر کرد اونموج ختم میشه که کشت میکنه و پس او را استخراج میکنه. بقی از این طبیعتا منطقی خواهد بود بگویم که وقتی 8000 تن تریاک از افغانستان بیرون میشه و مجموعاً پولی که از این بابت گزارش داده شده حدود 70 میلیارد دلار در سال است. این پول مربوط به مجاری خارجی هست که در او اینها باید سهیم باشن، اینها باید این وظیفه را داشته باشن، اینها باید امکانات ای را داشته باشن، توسط تانک، زیرپوش، تیارای نظامی، چرخبال و اینهایی را انتقال بدن. یعنی فکر میکنید بر علاوه این که حضور خارجی ها در افغانستان یا تعهد خارجی ها در افغانستان برای افغان ها صادقانه نیست، بلکه برای مردم خودشان همچنان صادقانه نیست؟
رخ قضیه همین گونه هست و این اثبات شده، منتها یک تفکیک باید وجود داشته باشه. افغانستان کشوری است که 5000 سال تاریخ داره. افغانستان در حوادث و رویدادهای مهم دنیا نقش ایسته داشته، مثل ای که در جنبش عدم انسلاک ما از جمله بنیانگذاران این جنبش هستیم، یعنی روابط بسیار کهن و تاریخی با کشورهای مختلف داریم، همین کشورهایی که فعلا در افغانستان وجود دارن. ما به صورت کل نمیشه همه کشورها را در یک دایره قرار بدیم و قضاوت ما را اینچنینی بیان بکنیم. ما اینجا یقینا کشورهایی وجود داره که در درازنای تاریخ بدون کدام اغراض شوم و پلید روابطشان خیلی صمیمانه بوده با افغانستان، هیچ وقت ارادهشان یا برنامهشان شوم و نکبتبار نبوده که برای برنامه اونا خون مردم ما ریختانده شده باشه. این کشورها را انصافاً و اخلاقاً باید در استثناء قرار داد. اما دقیقاً در زمان جنگ سرد قدرت‌های بزرگ که با هم درگیر بودن، عامل همه بدبختی‌ها در زندگی ما اونها محسوب میشن و ممکن است اگه در دوستا همیشه از ما گله میکنن، خفه هم شون، اما این یک واقعیت است که در 50 سال پسین ظهور برخی از حلقات سیاسی هم در صنف چپ هم در صنف راست، اینها ابزاری بودن برای تحقق اهداف شوم و پلیدی که در این کشور امروز ما را به این سرنوشت رسانیده. سپاس. آوردک، شما گفتین که رئیس مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخله بودین. چی فکر میکنین این افزایش در تولید مواد مخدر در سال 2001 بیشتر از 100 تن یا کمتر از 100 تن میباشد، اما به یک بارگی در این مدت 10 سال 8000 تن تولید کننده میشه افغانستان و مقام اول تولید در جهان را میگیرد، دلیلش چی است؟ دلیل از به اصطلاح تقاضا که زیاد شد، عرضه هم خود زیاد میشه. اما از نگاه سیاسی چی؟ از نگاه سیاسی هم به اصطلاح یعنی حالات به اون شکل قرار میتن که تا به جهان نشان بتن که ما مبارزه ما در اینجا طولانی است، زیرا در پالی افهمه خواهیم در پالی تروریسم بخش دیگه که هم کم از تروریسم نیستن و جهان امروز همه از اون نفرت دارن، کشنده هستن که مواد مخدر هستن، بر ضد از اینا ما هم مبارزه میکنیم. آیا فکر میکنید که مبارزه صادقانه وجود داشته باشد و صورت گرفته باشد؟ اگر مبارزه صادقانه وجود میداشت، حوزه افغانستان، حوزه مردم افغانستان به ایالت نمیرسیدن. مثل که شما پیشتر گفتین که تا 2001 اصطلاح 80 تن یا گپ محترم بیژن صاحب که 104 تن بودن و امروز تقریبا به 8000 تن میرسن، این خودش یک سپورت میخواین که هیره ارتقا بتن بالا ببرن. در اون زمانه که ریاست مواد مخدر جدیدن در وزارت امور داخله تأسیس شدن، اولین کسی که به سکرت رسمی رفتن ما بودم که طرف وزارت داخله. در مدت 2 سال که ما در خود ریاست مواد مخدر بودم، اونا را ما نو تشکیل دادیم. ما 2 نفر مشاور آلمانی داشتیم و 2 نفر هم مشاور انگلیسی داشتیم تا که ما منصبدارا را تربیه می کردیم در بخش های مختلف، یک وقت زمان را در بر می گرفت. اما در این مدت 2 سال ریکارد ما در خود وزارت داخله موجود است که بس قدر تعداد مواد مخدر. اما در کل چی باعث میشه این قاچاقچیان مواد مخدر و مافیای مواد مخدر چقدر پشتیبان نظامی خارجی را با خود میداشته باشه که میتونن 8000 تن مواد مخدر از افغانستان خارج بکنن؟ یه شانس بسیار اشاری معقولی کردن، گرچه یا به اصطلاح واضح نشان ندادن، اما از طریق چیز بسیار اشاری خوب کردن. در اینجا قدهای در داخل خود افغانستان موجود است که در موقفهای بسیار بلند قرار دارن، که اونها به اصطلاح امو شکل زیر دست مافیای اصلی رو در اینجا رولش بازی میکنن که از طریق از جا
و اون کسایی که در پوی سرشان هستن که تزوا ارتباط دارن، یعنی می سلسله جریان دارن و یعنی می خود به خود ارتقا پیدا میکنن. من قصه براتان کنم بسیار کوتا. ما رفتیم در جلال آباد تا ما مواد مخدر را که یعنی بوته های مواد مخدر را که بودن محو کنیم، که ما خود قوت های خارجی بودن، از انگلستان بودن، در کردهای رفتن که اونها هیچ رویده نبودن، به اصطلاح خشک بودن، آمدن بلدزارا را تیر کردن، راپور خدا نشک کردن که ما بطنیده قدر یریب زمین ما به اصطلاح محو کردیم. او حاصل موادی که باید محو میشد و جای بجای خودش قرار مند او را دستم ندادن. اینان خود شما فکر کنین که مسئله در کجاست، گپ در کجا هستن. در اینجا بدون بازی های سیاسی بازی های دیگر هم موجود هستن که بیشتر برادر بزرگوار دیگه ما بسیار خوب تشریح کردن. اینجا به اصطلاح خواهشات بدون دیگه منطقه تحت کنترل باشن، زیربنایی که در داخل این مملکت قرار دارن میخواین کورم سپس تاراج کنن. تشکر. آقای گردیزی، میخوایم از شما بپرسم که هم اکنون در افغانستان جنگ در مقابل کیست وجود دارد؟ جنگ در مقابل هیچ، جنگ در مقابل یک شیطان در مقابل دیگر شیطان. جنگ جنگ شیطانی است، این جنگ جنگ انسانی نیست. اگر جنگ انسانی باشه، در جنگ یک پرنسیپ وجود داره که جنگ باید قاطع، فیصله کن باید باشه و در شرایط فعلی در موجت سلاح و تکنیک مسائل استخباراتی کش این جنگ کاملا فیصله کن است. شما بخیر مطمئن داشته اطمینان داشته باشین. ولی منم راجع به چون وقت جنگ جنگ شیطانی شده که جنگ شیطانی میمونه که گاهی یک قدم خود پیش میکنه یک قدم خود پس میکنه. ببینین افسوس افسوس از وطن، افسوس افسوس از وطن، افسوس از فرهنگ ما برام که چطور از ما دور از شرافت از یار مجلس باشه، دور از شرافت کسایی باشه که میل از بسیار پاک صادقانه وطن نمیگیره که چقدر از ما وطن فروشای وطن بربادی میره و بس چقدر ما وطن به حساب بسیار بی‌حیایی سر از دنیا ما رو بفروشیم. ببینیم در طول همه قدر وقت اگر جنگ جنگ شیطانی نباشه چطور امکان داره که این مملکت این اصول خود پیدا نمیکنه؟ هر سال از این قماندانای ناتو از دراستش امریکا میگم اعلان میکنه که امسال خونینترین سال خواهد باشه. ما مقاید سال امسال ما این رقم سال خواهد باشه. خیلی پرسان میگم آقا جان تو برای چی اینجا اومدی؟ خیلی وظیفه تو نه چیست که یک طالب فرض میکنم یک مخالف دولت به طور مثال او یک قدر قدرت پیدا میکنه که تو فرض میکنم 49 کشور دنیا را به حساب تمام تو پت خانه تکنولوژی او را به زانو در میخلی چون میربانی که برو 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 در وطن برو بگذار که می طالب میگه بیا دیگه خلاصی خود ندارن از پیشش و تو از پیشش میترسی. چرا تو نه حمایتش میکنی متاسفانه اما طالب سیبه ای تو و نمود کنیم و نه تو سلام میدی برش، نه تو توپ توپانه برش میدی، نه پیسه میدی. اینه که از آسمان میره ملائک حمایه میکنه تو چی کار دکنی آمدی؟ خب بگذار که امو حمایگرهایی که ملائک حمایه میکنه بیدیم وطن بیده بیده وطن خود جور نمیشه تو خرابش میکنی که میکنی من خواهی کنی خوبتر خرابش که ما دمجا نیستم نابود شیم با من خدا. اگر مثلا از این قرار است، اگر نه که تو میگی که ما نه ما موفق هستیم، ما به خاطر مبارزه اینجا آمدیم، چطور مبارزه است که ختمی نداره؟ ای چطور مبارزه است که هیچ گپ نمیشنوی؟ ای چطور مبارزه است که هر روز به اصطلاح کپچمار سایپ اجدار شده میره و اجدار چوچه داده میره و چوچه از خط ختم نمیشه و تو هم تقریبا در حدود 9000 عملیات تالی جا کردن 9000 عملیات را بسام. این 9000 عملیات خوب بدان یاد میشه برادر. این توپ در کجا خوردی؟ مرمی در کجا خورد؟ و چطور دشمن است که از بین نمیره دشمن؟ و چرا رو تعقیب نمی کنی؟ و چطور افغانستان است که طالبی خیلی آرام نمیشه؟ فلهازا من میشه میگم که اینجا سه شیطان بزرگ اینجا، یک شیطان بلملی که امریکا در راست است، یک شیطان منطقه که ایران و پاکستان است، دیگه شیطان داخلی که ما خودم ما مردم هستیم مثلا که یه چیز ما پند برات نمیگیم. بله. فقط شما نفس سرکش ماست که ما مردم با وطن بودیم که 9000 حمله نظامی در مقابل کسان صورت گرفته که اونها میخواستن امنیت را اخلال بکنن. حالا چی فکر میکنین؟ این چگونه منبع مالی در اختیار مخالفان دولت افغانستان قرار دارد که اصلا خلاصی ندارد؟ ببینید تمویل کننده از اینها از دیدگاه شما در افغانستان کیها هستند؟ همین خود آقای امریکا هستند. ببینید زمانی که همی گروه را به اصطلاح گروه طالبان را تشکیل میکردن گفتن که نطفه زی در وقت در صفوف مجاسبا وقت می داشته بود. بالاخره همی طرح تئوری زیرم انگلیسا کردن و بالاخره همی مسئله تمویل مالی زیرم ممالک عربی در راست امریکا گرفت و بالاخره این بنظیر بوتو را پیاده کرد. بنظیر بوتو خودش در نظر میگه گفت که از اون خاطر است که بنظیر بوتو مادر طالبان میگه اون دیگه بابرش پدر طالبان میگه. ببینید و 3 میلیارد دلار 3 میلیارد دلار نظر به معلومات اون داده شده
شده بود یه یا تال تال سر تالا با خرج کرده بدون اینکه دیگه پولا این صرف مو بسری که فشار شده 3 میلیارد دلار. فلهاد شما ببینید 10 سال جنگ کردن، توپ دادن، تفنگ دادن، مثلا تعلیم دادن، تربیت دادن، این چی رقم انسان هستن که تال دم دنیا با 49 ملت دنیا این تال پیدا نکرد که در کجای تعلیم تربیت میبینه کی تعلیم تربیت میده و چطور تاری جنگ دوام پیدا کرده. همه چیزش آگاهانه است. شما این اعتماد داشته باشین نمیذارم من آمازون گپ مرا میشنم، من خود بازی میتم نه ملت خود بازی میتم. این بسیار عیب است که ما در پشت تلویزیون بشینیم و ملت ما بازی بدیم. دیگه ملت بازی نمیخوره به خاطر اینکه او میگه برو دروغ میگی تو این شیتی به نام روشن فکر دروغ میگی در 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 طرف برو که گپ گیری کی حمایت میکنه بله. کارم آقای گردیزی فلهازو ببخشید فلهازو از این خاطر حمایتگرش همین خود امریکا است در راز امی شیطان منطقه که پاکستان است بهسا بود تمیلش میکنه. این چطور امکان داره که هر لحظه مرا میگه که بدل موضوع افغانستان بدون پاکستان بدون ایران حل نمیشه؟ چرا برادر خیرت خوب باشه، من یک مملکت مستقل هستم، از خود تاریخ دارم و یه هم یک مملکت مستقره. این چطور میامد مرا میگه که معاملی مردم بله. زرد نمیشه؟ یک نقطه برد مدام صرف میخوام صرف میخوام بفرمایید اگر مسئله ازی قرار باشه که موضوع ما بدون پاکستان حل نمیشه، خیزی مال میشه که طالب عسكر پاکستانی است به نام پاکستان این جنگ میکنه. باز اون صورت ما که پاکستان مقابل میشیم که به خدیف ما چرا تو قیمت عمله میکنی، چرا تو برام میکنی بس. یا با ما محکمه بین المللی مراجعه میکنیم یا با شورای امنیت نظامی ملل متحد مراجعه میکنیم که در این معاملی ما فیصله کنیم. اگر چنین نباشد با شما طالبان را عسكر امریکایی در افغانستان میخوانین؟ نه، اگر مسئله ازی قرار نباشه کل گپان هم نباشه خود دیگه عسكر امریکایی و پاکستانی چی داره بدر؟ این چی قسم گپ است؟ که امرای حکومت افغانستان مثلا بس گپ نمیزنه میره امرای او گپ میزنه و چی میگن؟ و میگه بادار ما هم امریکایی است برام پیدا کرده قرضه میده تو رو میگه بادار تو میگه من چرا که بادار خود گپم تو چیکار است میگه تو گپ دیم مثلا یکی و او میگه که بدون معامله چی بدون مداخله ما و بدون میانجیگری ما این موضوع طالبان فیصله نمیشه. یعنی به این معنی که ما در پشترش ما هستم، تو مرا پیسه دادی ما تعلیم تربیت دادیم ما بعد جنگ برام اونش میکنم. و یکی دوم است که چطور جبهه جنگ است که من طول 10 سال جنگ جبهه جنگ خلاصی نداره بسام. این وظیفه شبکه استخباراتی چی هست؟ این چلون مملکت دنیا برای چی اومده؟ و دوم این کمیته هماهنگی که در بین افغانا و پاکستان و امریکا جور این وظیفه یا خیلی چیز برادر. سپاسگزاریم. چقدر فریب، چقدر تقلب، چقدر دروغ گفتن، چقدر منافقت. شرم نیست برای ما بخی؟ تشکر. آقای بیژن، 10 سال قبل در افغانستان نسبتاً قانون حاکم بود. اما امروزه هر کسی که زور داره و زر داره مستثنا از قانون است. دلیلش چی میباشه؟ مافیای خارجی در افغانستان به اوج خود میرسه، مواد مخدر به اوج خود میرسه، فساد اداری به اوج خود میرسه. همه اینها چی باعث میشه که به یک بارگی تمام مصائب بالای افغانستان به مثل سیل میاد؟ نه، در حقیقت اینطور نیست. 10 سال پیش هم قانون حاکم نبود. 10 سال پیش دزدا ماهر نبودن. گپی هستیش اینجا هست. البته با گذشت یک مرحله تجربه و بالاخره ایجاد کانال ها و راه هایی که اینا ثروت تثبیت بکنن و جمع بکنن، اینها خود طبعا زمان میخواه. یعنی اگر 10 سال پیش اینجا قانون حاکم می بود، ابدا ما سیر نزولی را طی نمی کردیم. اینطور ممکن نیست که این مسئله ما در اول خلاص کردم که گروهی که بر قدرت مسلط شدن، این قدرت در انحصار خود گرفتن، جدا از این که در پیوند با یک معامله این کار صورت گرفت، این گروه خودش هم به هیچ عنوان مستحق نبود. به شمول آقای کرزی، نه ایشان رهبر قوم بودن، نه ایشان رهبر کدام حزب و تنظیم بودن. به همین خاطر آمدن ایران ماندن که چی کار باید بکنن و بالاخره به همین دلیل هم بود که هیچ کاری را اینا نتانستن سر و سامان بتن. میخوایم بگویم که بارها گفتیم، شاید هم خسته شده باشم از بس زیاد گفتیم، مردم افغانستان هم در نزد خدا پاسخگو خواهند بود. چرا پس از یک مرحله این مردم بود که همی شرایط بالای خودشان قبولاندن. هر انسانی که به همی نظامی که به تمام معنا معروف و مشهود است، به مسابقه یک نظام که هیچ گونه کارایی نداشته، دیگه گپایش میمانیم به جای خودش، هر کسی به هر دلیل به این نظام رای داده، در همه خرابی هایی که این نظام عامل از و است، همون رای دهنده هم در این شامل است. بله. اما آقای بیژن، فراموش نکنیم که برخی از کارشناسان به این باور هستند که رأی مردم در افغانستان اصلا مطرح نبوده، بلکه چیزی که ناتو خواسته و امریکا خواسته همان شده و بس. این هم یک حقیقت است، اما در این جمع باز مردم مسئول و مکلف هستند. اگر مردم افغانستان به عنوان
یک مسئولیت و یک وجیبه و یک مکلفیت به صورت عموم تصمیم بر سرنوشت خود می گرفتن، نه ناتو کاری را کرده می تانست، نه امریکا کاری را کرده می تانست، نه کرزی آقا کاری را کرده می تانست، نه کدام کس دیگه. از ضعف مردم بود متاسفانه که زمینه برای هر آدرس مساعد شد، این که جلب بکنن یا تقلب بکنن یا هر جنایت دیگه که بکنن، این از ضعف مردم بود. ما باید ایره برملا بسازیم. چرا این پروسه ادامه داره؟ سال 2014 سلطنت آقای کرزی ختم میشه. اگر ما امین نقایص به مردم خود صادقانه بیان نکنیم، پس از سال 2014 این مصیبت ادامه پیدا میکنه. ما این که از مردم، از جایگاه مردم دفاع میکنیم، این برای ما واجبه است. اما نقایص هم که وجود داره، این شهامت باید داشته باشیم که او را بگویم که برادر، رای تو عزت و شرفت است. قیمت از یک پیپروغن یا 1000 افغانی یا 50 دلار یا یک بوجیارت نیست که تو به هر انسان فاسد و وطن فروش و تریاک فروشی را بفروشی. یا در پارلمان یا در یک وقت دیگه، به هر حال میخوایم بگویم که ما اگر برای خانه خود حشک نریزیم، ما اگر برای خانه خود کمر همت بسته نکنیم، همسایه منطقی نیست، اخلاقی هم نیست و حقیقی هم نیست که بیای برای خانه ما حشک بریزه. من کاملا موافق هستم، در این 10 سال بارها، شاید 1000 بار گفته باشم، خارجی ها این ضعف است، این عیب است، این اشتباه است که ما انتظار بکشیم که کدام خارجی برای ما رفاه و آسایش میارن. منطق زی در چی است؟ بله، اما برخی ها هم به این عقیده هستن، حالتی که حکنون در افغانستان حاکم است، این هم از برکت همین خارجی ها بوده که امروز افغانستان در یک بحران عمیق فرو رفته. ببین، اگر ما و شما خارجی باشیم، این همی کاره. حالا به این معنا نیست که ما خارجی ها را جنایاتشان، خیانت هایشان او را براعت بتم. شما موقف مرا در قبال خارجی ها فرد افغانستان میدانه، اما ما ضعف خودتا شناسایی نکنیم، ضعف خودتا برملا نکنیم، ما نمیشه. ببینین، اول هم یک اصطلاح عام است، وقتی ما انگشت میگیریم، 3 انگشت به طرف خود ما میه. ما اگر ضعف خود ما را دور پرتیم، کانال ها را بروی اشخاص فاسد، جریانات وطن فروش، جریانات قاتل و غارتگر و جاسوس ما مسدود بکنیم، ما افغانستان به خانه واحد که یک آرزو است، ما اگر مبدل بکنیم، همه دست به دست هم بتیم، برادر، خیریت است. هیچ کسی نمیتونه دریج خیانت بکنه، یورانیم تو را که از دوزی کرده نمیتونه، طلای تو را که از دوزی کرده نمیتونه، معدن تو را که از دوزی کرده نمیتونه. اما این رقم متفرق که امی کل بدبختی ما در امتداد تاریخی بوده که ما متفرق زندگی کردیم، جدا جدا زندگی کردیم. اگه خودت زده ما شکر کشیدیم، اگر این زده این شکر کشیده. این فرهنگ انسانی هم نیست و اسلامی هم نیست. آقای وردک، از دیدگاه شما پس از این فکر میکنید که همچنان جنگ در افغانستان وجود داشته باشد و همچنان نیروهای مخالف مصالح دولت از سوی همان کسانی که منابع از اینها تمویل میشد پس از این همچنان ادامه داشته باشد؟ و سرانجام در آخرین تحلیل فکر میکنید که اهداف همین خارجی هایی که امروزه در افغانستان وجود دارند، از موجودیتشان در افغانستان چیست؟ پیش از اینکه من سوال شما را جواب بدم، اجازه بدین که ما یک ضرب المثل بسیار معروف برتان بگویم. یا بیژن سه یک ضرب المثل خوب گفتن، میگه قصاب که زیاد شود به اختلاف به حیوان مردار میشه. در افغانستان قصابا به شهر زیاد هستن، به خاطر زمین هستن که افغانستان حالتش به میانت رسیدن. اگر یک قصاب می بودن، یا واضح معلوم میشن که قصاب های درست قصاب است یا به اصطلاح درست حلال میکنن یا غلط حلال میکنن. خارجی ها یا کسایی که هدف استراتژی دورمندل دارن و اونها به اصطلاح هدف حساسی خود دارن، در اینجا شاید موجود باشن و این سلسله تا وقت دوام میکنه در افغانستان که تا اونها به اهداف حساسی خود نرسیدن. اونها کوشش میکنن که مردم افغانستان مبین خود متفرق باشن،
ما بین خود اتفاق نداشته باشه. یعنی فکر میکنین که این خارجی ها برای تفرق اندازی در بین افغان ها همچنان کار میکنن؟ بلکل هستن. از زمان حالا نیستن که ما فکر میکنیم که زمان فیرن هستن. هر زمانی هستن که بعد از تیمورشاه، یعنی بچه اما شاه باقری، این مسائل در افغانستان شروع شدن و تا امروز دوام دارن که ما خود ما شاید تاریخ هم هستیم که دیرند هم از دست دادیم. به اصطلاح داخل افغانستان حال شما برین در هر خانه پدر و بچه با هم دشمنی دارن، بچه های کاکار خب به جای بان که خب بخی به اصطلاح به خون یکی دیگه خود تشنه نشستن و از او که برترش اضافرتر هستن. تا که یک ضرب المثل مشهور انگلیس است که میگه تفرقه بینداز پادشاهی کن، تا که یا تفرقه نندازن اتفاق در اینجا به وجود نبیایه، تا که ما خود نشناسیم افغانستان به میالت خاطروان باشه، تا که مردم به عداف از حاصل خسره. تشکر. آقای گردیزی، همان گونه که میگن که منابع مخالفین از سوی خود امین خارجی ها در افغانستان تنبیل میشه و چند مثال را همچنان دوستا دادن که از طریق هلیکوپترها حتی مخالفین دولت افغانستان تنبیل تا چیز می شدن، فکر می کنید که همین مخالفین تا چه زمان برده این خارجی ها در افغانستان خواهد بود و در مقابل دولت خود خواهد جنگید؟ ببینید، تا که جهان است، تا که نمی سر، تا که ما سر این نفس خود حاکمیت نداشته باشیم، تا که در مقابل مهدف ما مشهور نباشه، تا که ما خاک خود، وطن خود، مردم خود، تاریخ خود نشناسیم، همین وطن فروشی پیشه ماست. متاسفانه بنیاد زیر دمی 30 سال جنگ گذاشته شده. فهمیدی؟ حالا بخیر می خون رگ ما چی شده؟ می خون رگ ما همین وطن فروشی و اینمی خیانت و رشوت و فساد و فرد وطن مثلا مملکتگری ها و فرد همین گپای کلا فکر می کنی که می خارجا سر ما یوق مفتک کل از این نمونده. این میلیارد ها دلار که اینجا مصرف سر ما قده سر ما خاک سر ما بیران کرد بخاطر چی؟ او از برای خدا بخیر همین یگان تقاف بخیر در میگیره بخیر از مچا کار دادم مبره بخیر می کاش که یا بخیر ما انسان نمی بودیم یا کاش که دنیا رو خدا زود قامت کنه که ما بخیر بیغم شیم. قضیه میگه گپا خلاصه به خاطر اینکه ما خوب میگیم اما گوش شنوا وجود نداره. یا کسی که میگه والله آقای گریزی تو احساساتی میشه بدر، او بدر دل ما در میگیره احساساتی چی؟ ما خودم وطن فروش نیستم اینجا، برای ما خواست ما خو مایی نیستم که دانم پراو باشه اون قرض ندام بسات. من وطنم از مردمم هستم. یک امریکایی که وطن خود دوست داره، ما چرا ما کدام وطن فروش نیستم؟ ما وطن خود دوست نداشته باشم؟ ما چرا سر این وطن خود فر میگم ما مثلا وطن با یغما و با پاین با بفروشم؟ ما چرا برادر دوست از این وطن بکشم؟ فلهذا من تو عرض میکنم، یعنی تا که ما همین نفس سرکش ما باشه، تا که همین حلقه غلامی این پول و پیسه باشه، همین وظیفه قل و پنج چیز باشه. وظیفه قل و پنج همین است که همین تناسل سست تناسل پیدا باید بکنه، وطنش سرش بیران باید بکنه و بگه که بدر اینی پیسه را بگی وظیفه تو بلدزر شاروالیست تو پیش برو دیگه پشتر تسای نکن. تشکر. اگر نه هیچ انسان با وجدانه، من فکر میکنم هیچ خارجی هم بسار مرمه بسار خوب خوب مرمه باد والا اگر سر می خواه کمه که بدیل روادار باشه، اون همشه بیده در دمی اخبارات در میگه پا میگنه همین مسائل فساده کند خود افشان میکنه. ولی من میگم او بچه افغان، او بچه افغان که تو میگی ما بچه میر مسجدی خان هستم، بچه هم از شاه هستم، بچه میر بیز خان هستم، یه خاک از ما هست، من مسلمان هستم، لا اله الا الله کلمه میخوانی، چرا دو وزه کلمه مرا من میکشی؟ چرا وزه که میگی لا اله میگی باز هم که در توبلیت میپردی باز میره سر دشمن با دوابا وجدت میفروشی؟ همین وطن فروشی رو بیان که بس کنیم بسار. سپاس. آقای بیژن، رای حل را شما در چی میبینین اگر خیلی کوتاه بگین؟ خب در موجودیت آقای کرزی مشکل است که ما یا امیدواری را از خود تبارز بتیم. رای حل آنچه من میگم مربوط به دولت و دولت مرده افغانستان نیست. تنها رای حل این است که مردم افغانستان با وجیبه و مکلفیت انسانی و اسلامی و میهنی که دارند در برابر خودشان، خدایشان و اولادشان از خاورمیانه پیروی بکنند، نه کس را بکشند، نه جای را بسوزانند، فقط منسجم شوند. رای دادن نظام، نظام انقلابی میراثی یا کودتایی نیست، نه نظام منتخب است. رای دادن رای تان پس بگیرین، رجوع بکنین به یک آدرسی که برای شما عشق بریزه، نه عشق تمساح، عشق بریزه، رجوع بکنین. اینجا فرزندان صدیق، شجاع، وطن پرست که سالهای سال از همه عیش و نعمت تیر شده، در سنگر دفاع از شما افتیده، شما تشکر. مراجعه بکنین به فرزندان خودتان. تشکر. آقای وردک، در موجودیت خارجی ها در افغانستان شما رای حل را میبینین؟ اگر خیلی کوتاه بگین چون همکارانم میگن وقت تمام است. بله، در صورت که ما منسجم باشیم، متحد باشیم و یک زبان باشیم، خارجی ها مجبور هستن که برای ما برن.
تشکر. آقای گردیزی، دید شما را میخوایم، آیا در موجودیت خارجی ها در افغانستان صلح ممکن خواهد بود با توجه به این سیاست هایی که در 10 سال داشتن؟ اگر هم من میگم اگر همی ابلیس جهانی باشه و ما ابلیس های داخلی باشیم و این وطن نفس وطن فروش ما باشه، در اون صورت هرگز کار ما کم شده نیز بسار. تشکر آقای گردیزی. یا بیستیم ما افغان بشیم یا ایست که دیگه بیخی دیگه میگم تکی وطن فروشی دیگه بیخی دیگه نشتن به راهنمای معاملات افغانستان در پشم نشتن جب که وطن فروش های افغانستان فقط اینجا نشتن کنیم. تشکر آقای گردیزی، آقای بیژن و آقای وردک از حضورتان در برنامه امروزی 60 دقیقه سیاست. بیننده های گرامی، شما همچنان سپاس که تا این دم بیننده برنامه 60 دقیقه سیاست بودید. تا دیدار بعد، خداوند یار مددگار شما.